سرخط خبرها. شماری از فعالان زن در یک همایش در استانبول ترکیه گفتند عادی سازی نقص حقوق زنان افغانستان در دراز مدت نگران کننده است. دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است طالبان ممنوعیت ظالمانه آموزش دختران را لغو کنند. وزیر پیشین تحصیلات عالی میگوید جامعه جهانی با وعده‌های دروغین طالبان گمراه شده است. خودکشی یک پسر نوجوان در ولایت بغلان. سفیر پیشین پاکستان میگوید روابط خوبی با طالبان افغان نداریم. اتحادیه اروپا بیش از 30 فرد و نهاد نزدیک به سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. و یک دختر پاکستانی به علت ازدواج با مرد دلخواهش توسط پدرش در دادگاه کشته شد. با مهمترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. مشروح خبرها. شماری از فعالان زن در یک همایش گفتند عادی سازی نقص حقوق زنان افغانستان در دراز مدت نگران کننده است. شماری از زنان افغانستانی در شهر استانبول ترکیه همایش اعتراضی برگزار کرده و در مورد عادی سازی نقص حقوق زنان با یک معامله سیاسی در دراز مدت ابراز نگرانی کرده. این همایش روز گذشته برگزار شده است. زنان حاضر در این همایش در قطعنامه گفتند که نشانه هایی از عادی سازی و پذیرش وضعیت کنونی زنان از سوی جامعه جهانی، نهادهای بین المللی و احزاب و تشکیلهای سیاسی افغانستان دیده می شود. در قطعنامه این همایش اعتراضی آمده است که زنان در حاکمیت طالبان از تمام حقوقشان که به هیچ وجه قابل اولویت بندی و معامله نیست محروم شدند. اما تاکید جامعه جهانی و نهادهای بین المللی صرفاً بر حق آموزش نگران کننده و خطرناک است. دبیر کل سازمان ملل به مناسبت روز جهانی آموزش گفته است طالبان ممنوعیت ظالمانه آموزش دختران را لغو کنند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی آموزش دستور منع آموزش و تحصیل برای زنان توسط طالبان را ظالمانه خوانده و خواستار لغو این ممنوعیت شده است. امروز سه شنبه برابر با روز جهانی آموزش است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو این روز را برای دختران محروم از آموزش افغانستان اختصاص داده است. آنتونیو گوترش در پیام خود به مناسبت این روز گفته است که اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین و شیوه های تبعیض‌آمیزی است که مانع دسترسی به آموزش می شود. و افزوده است که من به ویژه از مقامات حاکم در افغانستان می خواهم که ممنوعیت ظالمانه و ناکام دسترسی دختران به تعلیمات متوسطه و عالی را لغو کنند. وزیر پیشین تحصیلات عالی می گوید جامعه جهانی با وعده‌های دروغین طالبان گمراه شده است. عباس بصیر وزیر پیشین تحصیلات عالی در نامه به دبیر کل سازمان ملل خواستار فشار بیشتر بر طالبان شده و گفته است که این گروه تمایل به تغییر معنادار در مورد آموزش دختران ندارد. در این نامه بصیر که پای آن 174 استاد دانشگاه نیز امضا کردند، آمده است که رویکرد طالبان در قبال آموزش زنان نه تنها ناقض حقوق اساسی بشر است، بلکه آشکاراً در تضاد با ارزش‌ها و دستورات اسلام است. آنان گفتند که دین اسلام مردان و زنان را به دانش آموزی تشویق می کند. وزیر پیشین تحصیلات عالی و استادان دانشگاه ها گفتند که آنچه در افغانستان اتفاق می افتد یک آپارتاید جنسیتی است و ممکن است جنایت علیه بشریت باشد. خودکشی یک پسر نوجوان در ولایت بغلان. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت بغلان می گویند که یک پسر نوجوان در والسپلی دیه صلاح اندراب این ولایت دست به خودکشی زده است.
شیر احمد برهانی سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بغلان میگوید که این رویداد پیش از چاشت امروز در روستای دیزک ولسوالی دیه صلاح اندراب رخ داده است. آقای برهانی گفته است که این نوجوان امید نام داشته است و در مورد سن این نوجوان چیزی نگفته است، اما از ظاهر امید به نظر می رسد که وی حدود 16 تا 17 سال سن داشته است. با گفته برهانی این نوجوان به دلیل مشکلات خانوادگی و جنجال با پدرش خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی خود پایان داده است. سفیر پیشین پاکستان می گوید روابط خوبی با طالبان ندارید. سفیر پیشین پاکستان در افغانستان می گوید که وضعیت در افغانستان مطابق انتظارات پاکستان نیست و افزوده است که روابط دو جانبه آنطور که امید می رفت پیش نرفته است. منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در مقاله‌ای که در شبکه خبری بول منتشر کرده گفته است که وضعیت افغانستان مطابق توقعات و منافع اقتصادی بلند مدت اسلام آباد شکل نگرفته است و از پاکستان خواسته است که در راه اندازی پروژه های اقتصادی با مشارکت کشورهای منطقه در افغانستان پیش قدم شود. منصور احمد خان پس از روی کار آمدن طالبان از کشورش در کابل نمایندگی می کرد. اتحادیه اروپا بیش از 30 فرد و نهاد نزدیک به سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه فهرستی از 18 نفر و 19 نهاد نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد که مشمول تحریم این اتحادیه شدند. این هفته پارلمان اروپا سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی بر رسمیت شناخت، اما اتحادیه اروپا تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته است. برخی از کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را که 125 هزار عضو دارد و اغلب برای سرکوب اعتراضات و بی‌ثباتی در منطقه از آنها استفاده می شود سازمان تروریستی اعلام کند. اما جوز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این خواسته موافقت نکرده است و در بروکسل به خبرنگاران گفت که شما نمی توانید بگویید من تو را تروریست می دانم زیرا تو را دوست ندارم. و خبر اخیر این که یک دختر پاکستانی به علت ازدواج با مرد دلخواهش توسط پدرش در دادگاه کشته شد. یک دختر 19 ساله پاکستانی روز گذشته به دلیل ازدواج با مرد مورد علاقه‌اش در کراچی پاکستان توسط پدرش در محوطه محکمه در این شهر به قتل رسید. در این حمله یک پلیس که دختر را همراهی می‌کرد و یک رهگذر دیگر نیز زخم برداشتند. امیر جان محسود پدر دختر اکنون در بازداشت پلیس پاکستان قرار دارد. این دختر پاکستانی حدود 10 روز قبل از خانه‌اش بیرون شده و سپس با پسری که گفته می شود دکتر است در منطقه اورنگی تاون شهر کراچی ازدواج کرده بود. پدرش نخست در حوزه پلیس محل شکایت کرده بود که دخترش اختطاف شده است، اما بعداً کشف شد که دختر او با پسر مورد نظرش عروسی کرده است.